به نام خدا، بنده امید زندی هستم، عضو مدرسین فرادرس در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از آموزش‌های فرادرس. در این آموزش قراره که به حل تمرین درس الکترونیک 2 بپردازیم. همونطور که می‌دونید درس الکترونیک 2 یکی از درس‌های پایه‌ای و مهم مهندسی برق در مقطع کارشناسی هست و در این درس در ادامه درس الکترونیک 1 به تحلیل‌های پیشرفته تر درباره مدارات الکترونیکی میپردازیم. ما در این آموزش در ادامه آموزش الکترونیک 2 که قبلا در مجموعه محترم فرادرس ثبت شده بود به حل تمرین این درس میپردازیم و سعی میکنیم که با حل مسائل متنوع اطلاعات و دانسته های من را درباره الکترونیک 2 افزایش بدهیم. در فصل اول به تحلیل فرکانسی تقویت کننده های ترانزیستوری میپردازیم. ما در یک تقویت کننده ترانزیستوری BJT در قدم اول می اومدیم از یک مدارات مقاومتی به این صورت استفاده می کردیم تا ترانزیستور در یک نقطه کار مشخص قرار بگیره. تغذیه مدار رو با VCC نشون می دهیم و از طریق مقاومت های R1, R2 و RE جریان نقطه کار ترانزیستور رو مشخص می کردیم. RE به نفع انتخاب می شد که تغییرات دما و تغییرات بتا تأثیر خیلی زیادی بر روی جریان نقطه کار ترانزیستور نداشته باشه و همینطور با انتخاب مناسب R1 و R2 می تونیم نقطه کار مناسب رو ایجاد بکنیم. حال مثلا در آرایشی مثل امیتر مشترک، ولتاژ ورودی که یک ولتاژ سیگنال کوچک هست و مقاومت داخلی اون هم RS هست به بیس ترانزیستور متصل می شود. اما برای اینکه مقادیر DC سیگنال VI بر روی ولتاژ DC بیس ترانزیستور اثری نداشته باشه از یک خازن استفاده می کردیم که این خازن رو با CV نشون می دادیم و به عنوان خازن کوپلاژ نامگذاری می شود. پس خازن کوپلاژ باعث میشه که مقادیر DC VI بر روی ولتاژ DC بیس ترانزیستور تأثیری نداشته باشه و در نتیجه باعث میشه که باعث جلوگیری از تأثیر مقادیر DC VI بر روی نقطه کار ترانزیستور خواهد شد. و همینطور نشون دادیم که مقاومت RE باعث میشه که بهره ولتاژ این تقویت کننده کاهش پیدا بکنه و از طرفی در تحلیل DC هم مقاومت RE باعث میشه که پایداری نقطه کار نسبت به بتا تضمین بشه. پس ما برای اینکه هم پایداری نقطه کار رو داشته باشیم و هم بهره ولتاژ نسبتاً بالایی داشته باشیم، باید بیایم در مدل سیگنال بزرگ یا تحلیل DC RE حضور داشته باشه و در تحلیل AC باید کاری بکنیم که حضور نداشته باشه. پس به همین دلیل می اومدیم در امیتر هم از یک خازن CE استفاده می‌کردیم که به این خازن بایپاس می‌گفتیم. و این خازن بایپاس در تحلیل AC چون اتصال کوتاه فرضش میکردیم، RE رو در تحلیل AC کلن حذف میکرد. و همینطور ما ولتاژ خروجی رو ولتاژ کلکتور ترانزیستور در نظر میگرفتیم و ولتاژ خروجی رو به بار RL متصل میکردیم که این بار هست که میتونه یک مقاومت باشه و یا مقاومت ورودی طبقه بعد باشه. و نکته ای که باید اینجا در نظر بگیریم، باید RL هیچ تأثیری بر روی نقطه کار ترانزیستور نداشته باشه که باز هم مثل خازن CB از یک خازن کوپلاژ CSC استفاده می کنیم که این خازن کوپلاژ باعث میشه که RL تأثیری بر روی نقطه کار ترانزیستور نداشته باشه و همینطور VO فقط شامل بخش AC ولتاژ کلکتور باشه. یعنی دقت کنید که ولتاژ کل کلکتور رو بنویسیم شامل ولتاژ DC هست به علاوه ولتاژ سیگنال کوچیک که چون از خازن کوپلاژ استفاده کرده ایم، این خازن کوپلاژ باعث میشه که VO یعنی ولتاژ AC خروجی فقط شامل بخش سیگنال کوچیک ولتاژ کلکتور بشه و بخش سیگنال بزرگ یعنی V بزرگ C بزرگ رو حذف میکنه. در آموزش الکترونیک 1 برای تحلیل همچین مداری در حالت AC فرض می کردیم که خازنها اتصال کوتاه بشوند که این فرض از اینجا میاد که امپدانس خازن می دونیم که برابر هست با 1 تقسیم بر CS
که اگه در حالت سینوسی در نظر بگیریم، امپدانس خازن بر حسب فرکانس به این صورت به دست میآید، 1/C ωJ، که اندازه اون برابر هست با 1/C ω، که امگا فرکانس بر حسب رادیان بر ثانیه هست. حال ما امگا رو به اندازه کافی بزرگتر از 0 در نظر می گرفتیم، یعنی امگا رو خیلی خیلی بزرگتر از 1 در نظر می گرفتیم، که در این صورت باعث بشه که اندازه امپدانس خازن تقریبا برابر با 0 بشه، که این یعنی اتصال کوتاه شدن خازن ها. پس زمانی که ما در الکترونیک 1 خازن ها رو اتصال کوتاه فرض می کردیم، فرض اولیش اینه که ما فرکانس رو انقدر بزرگ در نظر بگیریم که امپدانس خازن یک امپدانس خیلی کوچیکی بشه. اما اگه فرکانس رو خیلی کوچیک در نظر بگیریم، یعنی اگه اومگا به سمت 0 میل بکند، در این صورت میبینیم که امپدانس خازن به سمت بی‌نهایت میل میکنه. پس اگه امپدانس خازن به سمت بی‌نهایت میل بکند، باعث میشه که در امپدانس CB خیلی افزایش پیدا بکنه و عملاً VI به تقویت کننده نرسد و ولتاژ VI فقط در امپدانس‌های RS و CB تلف بشود. پس نشون دادیم که فرکانس بر روی بهره ولتاژ تأثیر خواهد گذاشت. اگه فرکانس نسبتاً بالا باشه، میتونیم خازن‌ها رو اتصال کوتاه در نظر بگیریم و مشابه همون تحلیل‌های الکترونیکی 1 پارامترهای لازم رو محاسبه بکنیم. اما اگه فرکانس پایین باشه، در این صورت باید بیایم اثر امپدانس خازن‌ها رو در نظر بگیریم. برای نشون دادن اثر فرکانس بر روی بهره تقویت کننده از نمودار بود استفاده می کنند. نمودار بود، که در نمودار بود اندازه و فاز بهره ولتاژ بر حسب فرکانس در یک صفحه لگاریتمی رسم خواهد شد، که ما در تمرین 1 برای یادآوری رسم نمودارهای بود یک مدار RC ساده به این صورت در نظر میگیریم و پاسو فرکانسی و پهنه باند رو برای این مدار ابتدا محاسبه میکنیم و سپس میاییم از یک روش تقریبی پهنه باند رو محاسبه میکنیم و با حالت الف مقایسه میکنیم. در این مدار RI برابر با 30 کیلو اوم هست، RP برابر با 10 کیلو اوم هست، CS برابر با 10 میکروفاراد هست و CP هم برابر با 50 پیکوفاراد هست، که میبینیم که CS از CP خیلی خیلی بزرگتر هست. برای رسم پاسخ فرکانسی ابتدا باید بیاییم نسبت VO به II رو به دست بیاریم. به جای خازن از یک امپدانس 1/CS استفاده میکنیم و همینطور به جای خازن CS از یک امپدانس 1/CS استفاده می کنی و با استفاده از یک KVL و KCL مناسب نسبت VO به IS رو به دست میاریم. گره پایینی گره مرجع هست، داره ولتاژ 0 ولت هست و دو تا گره هم داریم، گره V1 و گره VO، و از روش تحلیل گره که در آموزش مدارهای الکتریکی 1 به اون اشاره کردیم، میاییم KCL در گره های V1 و VO رو می نویسیم. در روش گره ما به همچین معادلهی می رسیدیم. ماتریس Y ضرب در بردار ولتاژ گره های E باید برابر باشه با IS، که به Y ماتریس ادمیتانس می گفتیم. ماتریس ادمیتانس، E بردار ولتاژ گره ها هست. مثلا در اینجا ما دو تا گره V1 و VO رو داریم، پس E برابر هست با V1 و VO هست. ترتیب این المان ها هم خیلی اهمیتی نداره، میتونیم E رو به صورت یک بردار دو در یک VO و V1 هم در نظر بگیریم. IS هم بردار منابع جریان وارد شونده به گره ها است، یعنی اگه جریانی به گره وارد بشه با علامت مثبت و اگه جریانی خارج بشه با علامت منفی در نظر میگیریم، و اگه منبع جریانی در یک گره هم وجود نداشت برابر با 0 در نظر میگیریم. حال ماتریس ادمیتانس چی هست؟ المان های
روی قطر اصلی ماتریس ادمیتانس برابر هستند با مجموع ادمیتانس های متصل به گره آیوم هست و اما المان های غیر قطری برابر هست با من های مجموع ادمیتانس های بین گره آی و گره جی هست. از این نکات استفاده می کنیم و به روش سریع می تونیم مدارات الکتریکی و مداراتی که شامل ترانزیستورها هستند رو تحلیل بکنیم. پس ابتدا ماتریس ادمیتانس رو به دست میاریم. المان 1-1 که متناظر با گره V1 هست برابر هست با مجموع ادمیتانس های متصل به گره V1 هست. ادمیتانس عکس امپدانس هست. به سمت راست امپدانس 1 تقسیم بر CSS هست و در نتیجه ادمیتانس برابر هست با CS ضرب در S. و به سمت پایین هم امپدانس RI هست و ادمیتانس برابر هست با 1 تقسیم بر RI. پس المان 1-1 برابر هست با 1 تقسیم بر RI علاوه بر CSS. المان 1-2 قرینه مجموع ادمیتانس های بین گره 1 و 2 هست، یعنی گره V1 و گره VO که ادمیتانسی که مشترک هست ادمیتانس خازن CS هست که ادمیتانس برابر هست با CSS که باید اون رو به صورت قرینه در نظر بگیرید و دقت کنید که ماتریس ادمیتانس اگر منابع وابسته وجود نداشته باشه متقارن هست، یعنی المان 1-2 و المان 2-1 با هم برابر هستند و در نهایت المان 2-2 هم مجموع ادمیتانس های متصل به گره 2 هست، یعنی گره VO که ادمیتانس هایی که بهش متصل هست ادمیتانس CSS، ادمیتانس CPS و ادمیتانس 1 تقسیم بر RP هست. پس CP علاوه CSS علاوه 1 تقسیم بر RP ادمیتانس های گره دومی هست. این ماتریس ادمیتانس هست که اگر در ولتاژ V1 و VO که ولتاژ گره ها هست ضرب بشه برابر خواهد بود با بردار جریان گره ها. در گره 1 جریان II وارد میشه پس علامت اون مثبت هست و در گره دومی هم هیچ منبع جریانی وجود نداره پس باید صفر بنویسیم. از این معادله باید بیاییم VO رو به دست بیاریم که از دستور کرامر استفاده میکنیم. VO برابر هست با نسبت دترمینان دو تا ماتریس که در مخرج دترمینان ماتریس ادمیتانس قرار میگیره، یعنی CSS علاوه 1 تقسیم بر RI منهای CSS منهای CSS و CP علاوه CSS علاوه 1 تقسیم بر RP و در صورت هم همین در واقع عبارت مخرج نوشته میشه، فقط به جای ستون دوم از بردار جریان گره ها استفاده می کنیم. چون وی او متغیر دومی هست باید به جای ستون دومی بردار ثابت رو بنویسیم، یعنی II و صفر و ستون اول رو خودش رو می نویسیم. CSS علاوه 1 تقسیم بر RI و منهای CSS. دترمینان صورت برابر هست با ضرب المان های قطری منهای ضرب المان های فرعی که برابر هست با CSS علاوه 1 تقسیم بر RI ضرب در صفر که برابر با صفر میشه منهای ضرب منهای CSS در II که برابر هست با منهای CSS ضرب در II و دترمینان مخرج هم برابر هست با CSS علاوه 1 تقسیم بر RI ضرب در CP علاوه CS ضرب در S علاوه 1 تقسیم بر RP منهای ضرب المان های قطر فرعی که برابر هست با CSS به توان 2. کس رو ساده تر می کنیم. VO تقسیم بر II برابر هست با II که در صورت قرار داره به مخرج VO منتقل می کنیم. صورت برابر هست با CSS CSS و مخرج هم برابر هست با میایم این ضرب دو تا پرانتز رو ساده تر می کنیم. CS ضرب در CS به علاوه CP ضرب در S به توان 2 به علاوه CS تقسیم بر RP ضرب در S به علاوه CP به علاوه CS تقسیم بر RI ضرب در S
به علاوه یک تقسیم برای RI ضرب در RP منهای CSS به توان 2. CS ضرب در CS ضرب در S به توان 2 معادل CSS به توان 2 هست و با این جمله حذف خواهد شد. پس نسبت VO به II که با RI نشون میدهیم، یعنی بهره مقاومت انتقالی، برابر هست با CSS تقسیم برای CS CP S به توان 2 به علاوه CS تقسیم برای RP به علاوه CS به علاوه CP تقسیم برای RI S. از این دو تا جمله فاکتور مشترک S میگیرم به علاوه یک تقسیم برای RI ضرب در RP. این رابطه دقیق مقاومت انتقالی هست. حال میتونیم مقادیر رو جایگذاری بکنیم. CS برابر با 10 میکروفاراد هست و CP هم برابر با 50 پیکوفاراد هست. ما اگه مقاومت ها رو با واحد کیلو اوم وارد معادلات بکنیم و همینطور خازن رو هم با واحد میکروفاراد وارد معادلات بکنیم، در این صورت واحد S کیلو رادیان بر ثانیه هست. پس در این صورت CP که برابر با 50 پیکوفاراد هست بر حسب میکروفاراد برابر هست با 50 ضرب در 10 به توان منهای 6، یعنی 5 ضرب در 10 به توان منهای 5 میکرو فاراد. پس RI برابر هست با CSS که CS برابر با 10 هست، صورت 10S میشه. مخرج هم CS ضرب در CP. CS برابر با 10 میکروفاراد هست و CP هم برابر هست با 5 ضرب در 10 به توان منهای 5 میکروفاراد که 5 ضرب در 10 50 میشه. 50 ضرب در 10 به توان منهای 5 میکروفاراد ضرب در S به توان 2 به علاوه CS باسم برابر با 10 میکروفاراد هست. CS باسم برابر با 10 میکروفاراد هست. RP هم برابر با 10 هست به علاوه CS به علاوه CP. CS به علاوه CP هم برابر هست با 10 به علاوه 5 ضرب در 10 به توان منهای 5 میکروفاراد تقسیم بر RI که RI هم برابر با 30 کیلو اوم هست ضرب در S به علاوه یک تقسیم بر RI ضرب در RP که برابر هست با یک تقسیم بر 10 ضرب در C. پس RI برابر هست با، دقت بکنید که این RI رو با این RI اشتباه نگیرید، این بهره مقاومت انتقالی هست، یعنی نسبت ولتاژ خروجی به جریان ورودی، اما این RI یکی از المان‌های مدار هست. پس RI برابر هست با 10S در صورت تقسیم بر 5 ضرب در 10 به توان منهای 4 S به توان 2 به علاوه 10 به علاوه 5 ضرب در 10 به توان منهای 5. عملا میتونیم از این قسمت دوم، یعنی 5 ضرب در 10 به توان منهای 5 صرف نظر بکنیم و صورت رو برابر با همون 10 در نظر بگیریم. 10 تقسیم بر 30 به علاوه 10 تقسیم بر 10 معادل 1 به علاوه 1 سوم هست، یعنی برابر با 4 سوم هست. پس قسمت دوم مخرج 4 سوم S هست به علاوه 1 تقسیم بر 300 به علاوه 1 تقسیم بر 300. حال میتونیم صورت و مخرج رو در 300 هم ضرب بکنیم. صورت برابر هست با 300 ضرب در 10 3000 میشه، یا 3 ضرب در 10 به توان 3S و مخرج هم برابر هست با 5 ضرب در 300 1500 میشه که 1500 ضرب در 10 به توان منهای 4 رو میتونیم به صورت 15 صدم S به توان 2 بنویسیم. 4 سوم ضرب در 300 برابر با 400 میشه و 1 تقسیم بر 300 هم ضرب در 300 بشه برابر با 1 خواهد شد. حال در ادامه برای اینکه RI بر حسب فرکانس بیان بشه، میاییم به جای S از J اومگا استفاده میکنیم و در نتیجه RI J اومگا برابر هست با 3 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در اومگا J تقسیم بر 15 صدم ضرب در J اومگا به توان 2 به علاوه 400 J اومگا به علاوه 1. این معادل هست با 3000 اومگای جی تقسیم بره
یک منهای 15 صدم اومیگا بتوان دو به علاوه 400 اومیگا جی. جی اومیگا بتوان دو برابر هست با منهای اومیگا بتوان دو که در کنار یک به این صورت قرار می دهیم. در این صورت اندازه آر آی اومیگا صورت برابر هست با 3000 اومیگا و اندازه مخرج هم که چون یک ترم مختلط هست برابر هست با رادیکال قسمت حقیقی بتوان دو یعنی یک منهای 15 صدم اومیگا بتوان دو بتوان دو بله به قسمت موهومی بتوان دو یعنی 400 اومیگا بتوان دو و همینطور فاز آر آی اومیگا رو هم باید به دست بیاریم. فاز صورت که چون صورت یک ترم موهومی هست و علامت اون هم مثبت هست، فاز اون برابر با 90 درجه یا برابر با پی دوم هست. پس پی دوم باید منهای فاز یا زاویه مخرج بشه. یعنی منهای زاویه مخرج که زاویه مخرج هم برابر هست با تانژانت به تان منهای یک یا آرک تانژانت نسبت قسمت موهومی به قسمت حقیقی هست. قسمت موهومی 400 اومیگا هست و قسمت حقیقی هم یک منهای 15 صدم اومیگا به توان دو هست. پس اندازه و فاز آر آی اومیگا به این صورت به دست می آید و باید بیاییم این نمودارها رو رسم بکنیم. ما برای رسم اندازه و فاز بر حسب فرکانس در صفحه لوگاریتمی میتونیم از نرم‌افزار مطلب استفاده بکنیم. کافیه که فقط تابع تبدیلی که بر حسب S در اینجا به دست آوردیم رو وارد نرم‌افزار مطلب بکنیم و با استفاده از دستور بود به راحتی میتونیم نمودارهای اندازه و فاز رو رسم بکنیم. در کل اگه ما یک تابع تبدیلی به این صورت داشته باشیم، یک تابع تبدیل که نسبت دو تا چند جمله ای در صورت و مخرج هست، مثلا در صورت ای دو اس بتان دو علاوه ای یک اس علاوه ای صفر قرار بگیره و در مخرج هم بی سه اس بتان سه علاوه بی دو اس بتان دو علاوه بی یک اس علاوه بی صفر قرار بگیره، در این صورت با استفاده از دستور بود در نرم‌افزار مطلب میتونیم اندازه و فاز رو در صفحه لوگاریتمی رسم بکنیم. دستور بود دو تا ورودی داره، ورودی N و ورودی D. البته ورودی سوم هم میتونیم وارد بکنیم و اون هم فرکانس هست. یعنی به ازای چه اومیگا هایی میخواهیم اندازه و فاز رو رسم بکنیم میتونیم به عنوان ورودی سوم دستور بود وارد بکنیم. اما اگه این ورودی سوم رو وارد نکنیم، خود مطلب به صورت دیفالت یک محدوده مناسب رو برای رسم نمودارهای اندازه و فاز در صفحه لوگاریتمی در نظر خواهد گرفت. این N چی هست؟ N بیانگر صورت هست. N بیانگر چند جمله‌ای صورت هست و یک برداری هست که چند جمله‌ای صورت رو مشخص می‌کنه. این بردار بستگی به اینکه چند جمله‌ای از درجه چند باشه، یک بردار N به علاوه 1 در 1 هست. یعنی یک بردار 1 در N به علاوه 1 هست. یعنی یک سطر و N به علاوه 1 تا ستون داره که N درجه صورت هست. مثلا در اینجا درجه صورت برابر با 2 هست، پس N برابر با 2 هست. پس در نتیجه N یک بردار 1 در 3 هست که حال المان ها به ترتیب از ضریب بزرگترین توان S به سمت کمترین توان S هستن. یعنی N برابر هست با A2، A1 و A0 هست. به همین ترتیب D هم یک بردار 1 در M علاوه 1 هست که M مرتبه مخرج هست، N مرتبه صورت هست و D یک بردار 1 در M علاوه 1 هست که المان ها به ترتیب از ضریب بزرگترین توان S در مخرج تا کوچکترین توان قرار می گیرن. یعنی D برابر هست با B3، B2، B1 و B0 هست. در این مثال ما N رو برابر با 10 S در نظر گرفتیم، مرتبهش برابر با 1 هست، پس در نتیجه N برابر هست با 10 و 0. البته اگه بیایم بر حسب معادله ساده شده یعنی قسمت دوم بیایم N و D رو به دست بیاریم، در این صورت N برابر هست با 3 ضرب در 10 به توان 3 و 0، یعنی 3000
و 0 است. 3000 ضریب اثبتان 1 است و 0 هم ضریب اثبتان 0 است که چون حضور نداره ضریبش رو برابر با 0 در نظر میگیریم. و همینطور در مخرج هم بزرگترین توان 2 هست، پس M برابر با 2 هست، پس D 1 بردار 1 در 3 هست. المان اولش توان المان اولش ضریب توان 2 هست، یعنی ضریب اثبتان 2 که برابر با 15 صدم هست. المان دومش ضریب اثبتان 1 هست، یعنی 400، و المان بعدی ضریب اثبتان 0 هست، یعنی برابر با 1 هست. پس با استفاده از دستور بود 3000 0 و 15 صدم 400 1 به راحتی میتونیم اندازه و فاز رو در صفحه لوگاریتمی در نرم‌افزار مطلب رسم بکنیم. پس بود 3000 و 0 15 صدم 400 1 این عبارت رو بنویسیم و انتر بزنیم، نمودار اندازه و فاز به این صورت رسم میشه. بالایی نمودار اندازه هست، یعنی اندازه RI در صفحه لوگاریتمی که هم محور افقی لوگاریتمی هست و هم محور عمودی هم بر حسب دسیبل بیان میشه، و همینطور نمودار پایینی هم نمودار زاویه هست. و همینطور اینجا محدوده فرکانسی رو مشخص کرده، محدوده فرکانسی از 10 بتان منهای 4 تا 10 بتان 5 رادیان بر ثانیه هست، که دقت کنید که چون ما در اینجا واحد فرکانس رو کیلو رادیان بر ثانیه در نظر گرفته ایم، در این صورت اینجا که 10 بتان منهای 4 نوشته، 10 بتان منهای 4 کیلو رادیان بر ثانیه هست، و همینطور این نقطه هم 10 بتان 5 کیلو رادیان بر ثانیه هست. پس مشخصه که در فاصله فرکانسی تقریبی 0.20689 تا محدوده فرکانسی 1.13 ضرب در 10 بتان 13 ضرب در 10 بتان 3 کیلو رادیان بر ثانیه، اندازه RI تقریبا ثابت هست و تقریبا برابر هست با 17.5 دسیبل. و در فرکانسای خیلی پایین اندازه خیلی کوچیک میشه، و در فرکانسای خیلی بالا هم میبینیم که باز هم اندازه خیلی کوچیک خواهد شد، و در یک فاصله فرکانسی میانی اندازه RI ثابت هست. و همینطور در فرکانسای خیلی پایین زاویه برابر با 90 درجه هست، و در فرکانسای خیلی بالا هم زاویه برابر با منهای 90 درجه هست، و در فرکانسای میانی هم زاویه برابر با 0 درجه هست. حال چجوری میتونیم از روی همین مدار به این نمودار بود پی ببریم؟ یعنی چه ارتباطی بین این که در فرکانسای خیلی پایین و در فرکانسای خیلی بالا اندازه RI کم خواهد شد با ساختار فیزیکی و المان‌ها در مدار وجود داره؟ اینجا میبینیم که ما در گره خروجی یک خازن سی پی داریم که امپدانس اون 1/CP S هست، و طبیعتاً اگر ما S رو خیلی بزرگ در نظر بگیریم، یعنی فرکانس رو خیلی بزرگ در نظر بگیریم، در این صورت اندازه امپدانس خیلی کوچک خواهد شد، و در نتیجه اگر فرکانس رو به سمت بی‌نهایت میل بدهیم اندازه امپدانس سی پی هم صفر میشه. این یعنی چی؟ یعنی که میتونیم خازن رو اتصال کوتاه فرض بکنیم. اگه خازن اتصال کوتاه بشه، در این صورت VO برابر با 0 خواهد شد. میبینیم که اگه فرکانس خیلی زیاد بشه، در این صورت اندازه RI به سمت معادیر منفی که بر حسب دسیبل هست میل میکنه، که به صورت مطلق بیان بکنیم یعنی که اندازه RI به سمت 0 میل خواهد کرد. و همینطور یه خازن سری CS بین ورودی و خروجی قرار گرفته که امپدانس اون 1/CS هست. اگه ما فرکانس رو برابر با 0 در نظر بگیریم، یعنی فرکانس های خیلی پایین، در این صورت این امپدانس خیلی بزرگ خواهد شد. وقتی که امپدانس CS خیلی بزرگ بشه، در این صورت II به جای اینکه از مسیر خروجی، یعنی از مقامت RP و خازن CP عبور بکنه، از مقامت RI عبور خواهد کرد، و جریان RP صفر میشه. وقتی که جریان RP صفر بشه، در این صورت باز هم VO صفر به دست می آید. پس در اینجا هم میبینیم که برای فرکانسای خیلی پایین اندازه RI خیلی کوچیک خواهد شد، یعنی یک مقدار منفی بزرگ بر حسب دسیبل خواهد شد. اگه بخوایم نمودار رو به صورت مطلق بیان بکنیم، در محور عمودی کافیه که بر روی نمودار دو بار کلیک بکنید و در قسمت یونیت
و فیلد مگنیتیود ابسولوت رو انتخاب بکنید. در این صورت اندازه آر آی به صورت مطلق بیان می شود. در فرکانس‌های میانی اندازه آر آی برابر با 7.5 هست. در فرکانس‌های پایین می‌بینیم که اندازه آر آی خیلی کوچیک میشه و در فرکانس‌های خیلی بالا هم باز هم می‌بینیم که اندازه آر آی خیلی کوچیک خواهد شد. حال پهنه باند رو هم می‌تونیم محاسبه بکنیم. ابتدا به تعریف خود پهنه باند می‌پردازیم. مطابق نموداری که رسم کردیم، اندازه آر آی بر حسب فرکانس یک نموداری به این صورت خواهد بود که در فاصله فرکانسی اومگا ال تا فاصله فرکانسی اومگا اچ داره یک بهره ثابتی هست، یعنی برابر هست با آر آی ام اسمشو بذاریم. در این فاصله داره بهره ثابتی هست. اگه فرکانس کمتر از اومگا ال بشه، اندازه آر آی کمتر از آر آی ام خواهد شد و همینطور اگه فرکانس رو بزرگتر از اومگا اچ در نظر بگیریم، در این صورت باز هم اندازه آر آی کمتر از آر آی ام خواهد شد. حال فرض کنید که بیایم فرکانس رو از اومگا ال کمتر بکنیم، یعنی به فرکانس اومگا ال صفر برسیم، که در فرکانس اومگا ال صفر اندازه آر آی برابر باشه با آر آی ام تقسیم بر رادیکال 2. در این صورت به این اومگا ال صفر فرکانس قطع پایین میگوییم که در مدارات ترانزیستوری هم بعداً از این تعریف استفاده می‌کنیم. و همینطور بیاین فرکانس رو بزرگتر از اومگا اچ در نظر بگیریم، یعنی به فرکانس اومگا اچ صفر برسیم که اندازه باز هم برابر با آر آی ام تقسیم بر رادیکال 2 بشه. در این صورت به این اومگا اچ صفر فرکانس قطع بالا میگوییم. اگه این دو تا فرکانس رو تعریف بکنیم، در این صورت به فاصله فرکانسی اومگا ال صفر تا اومگا اچ صفر بندویس یا پهنای باند میگوییم. پهنای باند میگوییم. و تعقید کنیم میتونیم فرض بکنیم که تعقید کننده در فاصله پهنه باند داره بهره ثابت هست و برای فرکانسای کمتر از اومگا ال صفر و بزرگتر از اومگا اچ صفر نمیتونیم از این تقویت کننده و یا از این مدار استفاده بکنیم. تعریفی که در اینجا ارائه کردیم بر حسب مقادیر مطلق آر آی ام بود، اما اگه بر حسب دسیبل بیان بکنیم، در این صورت اگه آر آی ام رو بر حسب دسیبل به صورت آر آی ام دی بی نمایش بدهیم، آر آی ام تقسیم رادیکال 2 بر حسب دسیبل برابر هست با آر آی ام بر حسب دسیبل منهای 3 دسیبل هست. یعنی اگه نمودار اندازه پاسخ فرکانسی رو داشته باشیم، کافیه که در فرکانسای میانی که اندازه آر آی ثابت هست فرکانس رو افزایش بدیم و همینطور فرکانس رو کمتر بکنیم که اندازه آر آی بر حسب دسیبل 3 دسیبل کمتر بشه. اون فرکانسای اومگا ال صفر و اومگا اچ صفر رو تعیین میکنند. به نمودار پاسخ فرکانسی برگردیم. در اینجا میبینیم که در فرکانسای میانی اندازه برابر هست با 17.5 دسیبل. یعنی چی؟ یعنی آر آی ام بر حسب دسیبل برابر هست با 17.5 دسیبل. در این صورت اگه بیایم فرکانس رو کمتر بکنیم که اندازه 3 دسیبل کمتر بشه، یعنی 17.5 منهای 3 14.5 میشه. 14.5 خواهد شد. برای اینکه این با دقت بیشتری فرکانس متناظر با 14.5 دسیبل رو مشخص بکنیم، میاییم فرکانس رو خودمون در نظر میگیریم. یعنی فرض میکنیم که برای فاصله فرکانسی 1/100 یا 1000 کیلو رادیان بر ثانیه با طول گام 1000 تا فرکانس 10 کیلو رادیان بر ثانیه نمودار بود رسم بشه. در فاصله فرکانسی که خودمون مشخص کردیم، اندازه پاسخ فرکانسی نمودار بالایی هست که در فرکانس میانی داره بهره 17.5 دسیبل هست. حال فرکانس رو کمتر می‌کنیم تا به بهره 14.5 دسیبل برسیم. بهتره که بیایم نمودار رو در این بازه، یعنی در اطراف فرکانس 3000 اوم، بیایم نمودار رو در این قسمت به صورت زوم شده رسم بکنیم. پس محدوده فرکانسی رو اصلاح می کنیم. در فاصله فرکانس
1/10 با طول گام 1/10 تا فرکانس 100 نمودار بود رو رسم می کنیم. الان این نقطه دارای بهره 14.5 دسیبل هست و فرکانس اون برابر هست با 25/10 رادیان بر ثانیه هست. دقت کنید که فرکانسی که ما برای معادله در نظر گرفته ایم کیلو رادیان بر ثانیه هست. پس اگه 25/10 رو در 1000 ضرب کنیم فرکانس واقعی به دست می آید. پس امگا ال صفر برابر هست با 25/10 کیلو رادیان بر ثانیه که معادل 2.5 رادیان بر ثانیه هست. و همینطور امگا اچ صفر رو هم میتونیم تعیین بکنیم. برای رسم امگا اچ صفر میایم در فاصله فرکانسای بزرگتر، یعنی در فاصله فرکانسی 10^3 رادیان بر ثانیه، در این نواحی نمودار اندازه پاسخ فرکانسی رو رسم میکنیم. پس در فاصله فرکانسی بگیم 800 رادیان بر ثانیه تا 2000 رادیان بر ثانیه با طول گام 1000 نمودار بود رو رسم میکنیم. باید محدوده رو بزرگتر در نظر بگیریم تا فرکانس 14.5 دسیبل رو ببینیم. همونطور که مشاهده میکنید اندازه RI در فرکانس 2.64 ضرب در 10^3 برابر با 14.5 دسیبل هست. پس امگا اچ صفر برابر هست با 2.64 ضرب در 10^3 کیلو رادیان بر ثانیه، یا برابر هست با 2.64 مگا رادیان بر ثانیه. پس پهنه باند برابر هست با امگا اچ صفر منهای امگا ال صفر. 2.64 مگا رادیان بر ثانیه منهای 2.5 رادیان بر ثانیه بشه، عملا برابر هست با 2.64 مگا رادیان بر ثانیه هست. پس میتونیم بگیم که این مدار در فاصله فرکانسی امگا ال صفر تا امگا اچ صفر که این فاصله 2.64 مگا رادیان بر ثانیه هست داری بهره وی او به آی ثابت هست و برابر با 17.5 دسیبل هست و در فرکانس های کمتر از امگا ال صفر و بزرگتر از امگا اچ صفر این بهره کمتر خواهد شد. البته ما اومدیم از نرم‌افزار مطلب برای رسم نمودار بود استفاده کردیم، اما خودمون به صورت دستی هم میتونیم به صورت تقریبی نمودار بود رو رسم بکنیم. بیایم این تاب تبدیلی که در اینجا به دست آوردیم رو یه بار دیگه بنویسیم. RI برابر هست با 3000 ضرب در S تقسیم بر 15/ S بتان 2 به علاوه 400 S به علاوه 1. میایم ریشه های مخرج رو به دست میاریم. 15/ S بتان 2 به علاوه 400 S به علاوه 1 برابر با 0 قرار میدهیم تا ریشه ها رو به دست بیاریم. ریشه ها برابر هستند با منهای 400 به علاوه و منهای رادیکال 400 بتان 2 منهای 4 ضرب در 15/ ضرب در 1 تقسیم بر 2 برابر ضریب اس بتان 2، یعنی 2 ضرب در 15/ 400 بتان 2 برابر با 160,000 خواهد شد که نسبت به 4 ضرب در 15/ که 1/6 میشه خیلی بزرگتر هست. پس ما این عبارت زیر رادیکال رو میتونیم برابر با همون 400 در نظر بگیریم. پس ریشه ها برابر هستند با منهای 400 به علاوه و منهای رادیکال 400 بتان 2 تقسیم بر 2 ضرب در 15/ که برابر با 0.3 میشه. پس S برابر هست با رادیکال 400 بتان 2 هم همون 400 میشه و S برابر هست با منهای 400 به علاوه و منهای 400 تقسیم بر 0.3، که اگه به علاوه رو در نظر بگیریم یکی از ریشه ها 0 به دست می آید و اگه منها رو در نظر بگیریم S برابر هست با منهای 400 منهای 400 برابر هست با منهای 800 تقسیم بر 0.3. پس یکی از ریشه ها 0 هست و ریشه دیگه منهای 800 تقسیم بر 0.3 هست که به این صورت میتونیم بنویسیم منهای 8000 تقسیم بر 3. با توجه به معادله
اگه در معادله S رو برابر با 0 قرار بدهیم، 1 برابر با 0 میشه، یعنی این دو ترم اول 0 میشه و 1 برابر با 0 یک تناقض هست. پس ریشه اول جواب درستی نیست. اما ریشه دوم یعنی منهای 8000 تقسیم بر 3 به ریشه واقعی خیلی نزدیکتر هست. پس ما این عبارت رو، یعنی منهای 8000 تقسیم بر 3 رو به عنوان ریشه اول در نظر میگیریم. اما ریشه دوم رو چجوری پیدا میکنیم؟ از این نکته استفاده میکنیم که مجموع ریشه ها در یک عبارت درجه دوم برابر هست با منهای ضریب S.